دوستان عزیز در خدمت شما قرار داریم با معرفی یکی از قدیمی ترین بناهای شهر قدیم هرات. در این برنامه میپردازیم به قلعه تاریخی اختیاردین تا زاویه های پنهان این قلعه با همدیگر ببینیم. در رابطه به تاریخچه از این قلعه و این که در چه دوره ها و در چه زمان ساخته شده همدیگر کلن این برنامه با همدیگر میبینیم و امیدوارم که تا آخر این برنامه ما را همراهی کنیم. قلعه تاریخی اختیاردین که به نام ارگ هرات هم یاد میشه یکی از قدیمی ترین بناهای شهر قدیم هراته. دقیقا در کتاب تاریخ نامه هرات پیرامون تاریخ این بنای عظیم خشتی روایت های مختلف درج شده. یکی از اون روایت ها اینه که این قلعه دقیقا اولین بنای شهر هرات بوده که پیش از میلاد در 600 قبل از میلاد توسط دختر به نام شمیره تعداد گذاری شده و روایت است که زمان که الکسندر مقدونی یا اسکندر کبیر در دوره یونانی ها به این شهر حمله میکنه و این شهر را تسخیر میکنه برای رسیدن به آبهای گرم هند، از این شهر گذر میفته و این قلعه که یونانی ها به نام قلعه آرتاکوانا درج تاریخ میکنند. در قرن ششم هجری قمری زمانی که چنگیز مغول به این شهر حمله میکنه قلعه تاریخی اختیاردین و برج و باروهای شهر ویران میکنه و در کتاب هرات روایت است که هیچ زنده سر در این شهر زنده نمیمانه. قلعه تاریخی اختیاردین بعد از حمله چنگیز مغول اختیاردین وزیر ملک فخرالدین کرد مجددا اعمار میکنه و تا به امروز به نام قلعه اختیاردین مسماه. یکی از قدیمی ترین بناهای شهر قدیم هراته به نام قلعه تاریخی اختیاردین. قسمت های داخلی، بیرونی و همچنین زاویه ها و گوشه و کنارهای این قلعه تاریخی با همدیگر میبینیم و دقیقا با شما به جاهایی میریم و قسمت هایی میبینیم که تا حال شما ندیده باشین. با همدیگر باشین تا زاویه های بیرونی این قلعه هم با همدیگر ببینین و روایت کنیم که در چه حکایت ها و در چه زمان چه اتفاقات این قلعه دیده و شاهد بوده. از بالای حوض ملک شکو و عظمت قلعه تاریخی اختیاردین نظارگریم. در گذر زمان حکمرانان زیاد در داخل از این قلعه حکم راندن و امروز هیچ گونه اثری از اونا نیست، اما قلعه اختیاردین شاهد همه رویدادهای تاریخی در این منطقه و به ما نشان میده شکو و عظمت هرات و این منطقه. دو اتاق در دروازه ورودی قلعه تاریخی اختیاردین محل فروش تکت. برای دیدن از قلعه تاریخی اختیاردین طور که قبلا اشاره داشتم میخواهیم به زاویه های پنهان قلعه تاریخی اختیاردین بپردازیم. بنابراین برای از اینکه شما دوستان بهتر آشنا بشین به تاریخچه و زاویه های قلعه تاریخی اختیاردین در این برنامه میپردازیم به قسمت های بیرونی قلعه اختیاردین تا خاکریزها، برجها و دروازه های قدیمی قلعه تاریخی اختیاردین از بیرون به شما علاقمندان برنامه میراث خراسان نشان بدیم. در کتاب تاریخ در رابطه به قلعه تاریخی اختیاردین میخونیم و برمیخونیم به این که این قلعه در طول گذر زمان 8 مراتب تخریب و ویران میشه و دوباره مجدداً ساخته میشه. ما دقیقاً در اطراف قلعه تاریخی اختیاردین قرار داریم، جایی که در کتاب تاریخ آمده که در اینجا در طول دوران تاریخ خندق آبی بوده تا
حاکمانی که در داخل قلعه زندگی میکردند با اولاد خود پادشاه‌ها، در زمانی که بالاخره امپراتوری ها حمله میکردند به این شهر و عرصه تنگ میشده، نتونند به زودی رخنه کنند به داخل قلعه تاریخی اختیاردین. این محوطه و این دور کل اطراف قلعه تاریخی اختیاردین که امروز پارک سرسبز شده، در اون زمان خندق یا پر از آبی بوده که به سادگی و راحتی کسی نمیتونسته به دیوارهای قلعه نزدیک بشه و برای گذشتن از این خندق نیاز بوده تا قایق درست کنند تا برسند به دیوارهای قلعه. همچنین قلعه تاریخی اختیاردین در طول دوران تاریخ دو دروازه داشته، دروازه شمالی و دروازه‌ای که در سمت جنوب باز می‌شده. این دروازه‌ها دروازه‌های اصلی قلعه تاریخی اختیاردین بوده که با هم دیگر می‌بینیم. در رابطه به تاریخ قلعه تاریخی اختیاردین روایت های گوناگونی درجه. یکی از اون روایت ها ساختن این قلعه توسط دختر به نام شمیره، داستان افسانه‌ای که برای از این قلعه منصوبه و این مورخین به نام اولین بنای تاریخی شهر قدیم هرات میشناسند. دیوارهای عظیم این قلعه حکایت از گذر زمان میکنه و شکوه و عظمت امپراتوری منطقه نشان میده. در کتاب تاریخ نامه هرات درج منظومه ای که تاریخ هرات را به نظم کشیده و اینه که گفتن لعرعصب نهاده از هره را بنیاد، گشتاس برو بنای دیگر بنهاد، بهمن پس از آن امارت دیگر کرد، اسکندر رومیش همه داد بداد. به این منظومه حکایت از خود شهر قدیم هرات پیش از اسکندر مقدونی میکنه، یعنی 320 قبل از میلاد، زمانی که اسکندر مقدونی به این سرزمین میرسه و گذر به این خاک میفته، در اون زمان این قلعه و این شهر آباد بوده و باعث میشه که اسکندر کبیر در پشت دروازهای از این قلعه با مقاومت مردم مواجه بشه. یونانیان نام از این شهر در کتاب تاریخ خود درج میکنن به نام شهر آرتاکوانا و اور امروز مورخین دژ قلعه تاریخی اختیاردین بقایای قلعه آرتاکوانا یا شهر آرتاکوانا میدانن که با هم دیگر قسمت‌هایی میبینیم با هم. طوری که قبلا اشاره کردم قلعه تاریخی اختیاردین دو دروازه داشته و در کتاب تاریخ هم درجه، دقیقا در دروازه اصلی قلعه تاریخی اختیاردین در سمت جنوب قرار داریم، جایی که اکنون از این دروازه استفاده نمی کنند، ولی در زمانهای قدیم حکایت و روایت که حاکم شهر از این دروازه پایین می شده و به دارالحکومه وقت که در سمت غرب مسجد جامع دقیقا در جاده لیلامی هایی که امروز مشهوره، در اونجا چارباغ یا دارالحکومه بوده که حاکم شهر از این مسیر به حرمسرار ترک میکرده و میرفته به دارالحکومه و میپرداخته به کارهای حکومتی. این دروازه ویران شده بود بین سالهای 1332 هجری قمری، زمانی که قلعه رو به طرف ویرانی میره و هیچ بقایای از این نمیمونه، صرفاً قسمت های از تاقای قدیمی این قسمت داره که در تصویر هم میبینین، کمان قدیمی خود دروازه در تصویر هم مشاهده میشه که به ما نشان میده همون موقعیت دروازه قدیمی. و بعدا بین سال های 1387 زمانی که قلعه دوباره بازسازی شد، این دروازه پس احیا مجدد شده و امیدواریم که باز بشه تا قسمت های از حرمسرار علاقمندان دیدن از بنهای تاریخی بتونن از این دروازه برن حرمسرای قلعه تاریخی اختیاردین رو ببینن.
به راهروی دارالفنون حریوه آمدیم، جایی که قبلا در تاریخ آمده که در این قسمت چون دروازه حرمسرا و دروازه عبور و مرور حاکم شهر از سمت جنوب قلعه تاریخی اختیارالدین بوده، ای اتاقا مورخین تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن که اینا جای بود و باش قطعات نظامی شاهان بوده و در اینجا کلن گاردهای خاص شاهان در اینجا اقامت میکردن و منتظر بودن تا خود حاکم شهر وقتی که صبح ها از قلعه یا ارگ هرات بیرون میشه رو به طرف دارالحکومه، از این مسیر با او همراه بشن و او را هدایت کنن و راهنمایی کنن، اسکورت کنن تا دارالحکومه شهر قدیم هرات. این کاربرد و ویژگی های خود این بناهایی بوده که در سمت جنوب حرمسرا در پیزاره از این خاگرز کار شده و امروز به نام دارالفنون حریوه دقیقا بین سالهای 1391 هجری شمسی به ابتکار ریاست و وزارت اطلاعات و فرهنگ تغییر کاربرد داد به نام دارالفنون حریوه مسما شد و دقیقا در داخل هر کدام از این اتاقا یک پیشه و یک صنعت قدیمی کار میکنه، از خطاطی و نقاشی گرفته تا صنایع دستی مثل رباب سازی و همچنین کاشی و شیشه در داخل از این اتاق و به نام و به اساس به نام دارالفنون حریوه این قسمت مسما کردند. از ویژگی های بارز خود معماری این مجموعه و این قسمت از قلعه تاریخی اختیارالدین طوری که شما در تصویر هم میبینین کلا همگی خاکگچ شده و در زمانهای قدیم هم به همین شیوه این قسمت کار شده بوده و با شواهد تاریخی که داشته پس این مجموعه دوباره ترمیمات کردن. کمانهای نیم دایری که این مجموعه تشکیل داده همگی برگرفته از امون سبک معماری عصر و زمان هرات بوده، دقیقا بین سالهای 1300 هجری قمری این مجموعه یک بار بازسازی شده بوده و به این اساس شواهد تاریخی مجموعه موجود بوده و آن چیزی که در طاقنماهای خود از این قسمت هم میبینین زیبایی خاص داده به دلیل ستونها و کمان که این برندر واقعا زیبا کرده. از سمت بیرون وقتی که این قسمت از قلعه تاریخی اختیارالدین که در سمت جنوب واقع شده ببینین، طاقها و برنده خود از این یک زیبایی خاص به این مجموعه داده و دقیقا در بالای سر ما خاکریز خود قلعه تاریخی اختیاردین و برج‌های سر به فرق کشیده قلعه می‌بینید که عظمت و شوکت قلعه تاریخی اختیاردین به هر بیننده نشان میده. معماری که به کف پوش از این کار شده همچنین از سنگی که دقیقا در بین سالهای 1387-86 این مجموعه توسط اداره حفظ و ترمیم آبادان تاریخی بازسازی شد و با همون اصول معماری و کفسازی قدیم هرات. چیزی که قابل گفتن اینه که این مجموعه زمانی که شما بیایم از نزدیک هم ببینین تنها چیزی که یک کم به شما سوال برانگیز میشه قسمت سقف از این برنده که همگی با گادر و خش پوشیده شده به شکل تاق ضربی که این دقیقا در زمانهای قدیم این قسمت از اتاقها و اینا همگی چوپوش بوده که باز بعدا زمانی که این مجموعه بعد از این که بازسازی میکنن بین سالهای 1386 هجری شمسی به دلیل از اینکه استقامت بیشتر داشته باشه شیوه چوپوش تغییر میکنه به شیوه گادری و این قسمت چون یک بخش فرهنگی و بخش میشه که اتاقا و جاذبه‌های گردشگری به داخل از ایجاد میشه به این اساس این مجموعه پس دوباره ترمیم و بازسازی کردن. از غرفه های دارالفنون حریوه تنها یک بخش بازه که اون با هم دیگر میبینیم. یکی از غرفه های دارالفنون حریوه که باز بود تولید روغن کنجده، به شیوه سنتی روغن تولید میشه
و این شیوه از قدیمی ترین شیوه های تولید روغن در افغانستان بوده که تا به امروز هم یک دو دستگاه از این در داخل هرات بازه برای جلب سیاحین و توریست های خارجی که از قلعه تاریخی اختیارالدین دیدن میکنن. این جزء جاذبه های گردشگری شهر هرات شمرده میشه و به اساسی در داخل در ضلع جنوبی قلعه تاریخی اختیارالدین در بخش دارالفنون این صنعت هنوز رواج داره و وجود داره. ضلع جنوبی قلعه تاریخی اختیارالدین که به نام دارالفنون حریوا مسمی با هم دیگر دیدیم. ببینیم قسمت های از خاکریز قلعه تاریخی اختیارالدین با برج های رو میبینیم که عظمت و شکوه قلعه در گذر زمان به ما نشان میده. قلعه تاریخی اختیارالدین وقتی که از بیرون ببینین بالا یک تپه اعمار شده و این تپه تپه‌ای بوده که بر اساس تحقیقات باستانشناسی دقیقاً 11.60 متر این ارتفاع داره و یکی از تپه‌های مصنوعی بوده که دقیقاً در گذر زمان هر بار که قلعه تاریخی اختیارالدین ویران می‌شده بر بالای ویران‌ها دوباره قلعه اعمار میکنن تا امروز به شکل یک تپه خاکی نشان داده میشه. ما میبینیم قسمت های بالای تپه میبینیم خاکریز قلعه و همچنین قسمت های برج. دقیقا از راه آمدم که سخت بوده به زمان سابق این خاکریز بوده و امروز تبدیل شده به سنگ. ما هم دیگر میبینیم قسمت های خاکریز قلعه تاریخی اختیارالدین. قلعه تاریخی اختیارالدین 21 برج دفاعی داره و در این 21 برج ازی از گوشه و کناره های شهر قدیم هرات دیده میشه. ما در ضلع شرقی قلعه تاریخی اختیارالدین قرار داریم، جایی که پیزارهای خاکی در بین سالها 1388 تبدیل شد به نمای سنگی که از شاریدگی ها و فروریزی برج های قلعه اختیارالدین جلوگیری کنه. 21 برج دفاعی قلعه تاریخی اختیارالدین، از او 21 برج 3 برج از او برج های نیمه کاریه که در طول دوران تاریخ به ما حالت مانده بوده و 19 برج و برج های دفاعیه که محل دیدبانی محافظین ارگ هرات بوده. در پیزارهای خاکریز ضلع شمالی قلعه تاریخی اختیارالدین قرار داریم، جایی که دقیقاً در زمانهای قدیم به نام میدان تعلیمگاه سربازها قطعات نظامی هم مسما بوده و امروز به نام گذر ارگ نو یاد میکنند. این منطقه جایی بوده که خارج از چوکات شهر قدیم هرات بوده، جایی که کلن قطعات نظامی در این میدان استقامت داشتن و در اینجا قطعات نظامی جا به جا بودن، میدان تعلیم قطعات نظامی بوده و
سمت شمال قلعه تاریخی اختیاردین از برج‌های دیدبانی و منظر این قلعه میشده حاکم شهر بیرون از شهر نظارگر باشه و دقیقاً ببینه که چه اتفاقات در بیرون شهر قدیم هرات اتفاق میفته. در سمت شمال قلعه تاریخی اختیاردین داره که اشاره کردم، در این قسمت دقیقاً در سال 2006 باستانشناسا کارهای تحقیقاتی انجام دادن تا ریشه های قدیمی قلعه تاریخی اختیاردین رو پیدا کنن. این سکشن سمت شمالی جایی بود که پیزارهای سنگی و پیدا شد که این پیزارها دقیقاً خاکریز قلعه تاریخی اختیاردین از سمت شمال نشان میده و این معبته و کل اطراف قلعه تاریخی اختیاردین به همین شیوه سنگ و خشکار شده بوده تا کس به راحتی دسترسی پیدا نکنه به پیزارهای برج‌های دفاعی قلعه تاریخی اختیاردین. و طوری که در تصویر هم شما دوستان می‌بینین دقیقاً در جای قرار داریم که دروازه ورودی قلعه تاریخی اختیاردین در زمان حکومت تیموریا بوده، یعنی دقیقاً قرن 8 و 9 هجری قمری، و این دروازه در گوشه‌های از این دروازه زمانی که کارهای تحقیقاتی انجام شد پیزارها و نمونه از سبک معماری زمان تیموریا دیده میشه. در اونجا خط خطوط کوفی بنایر می‌بینیم شما مزین با کاشی و دو برج دفاعی که در دو قسمت از این قلعه بوده و این دروازه‌ای بوده که همون قسمت پیزارهای برج سمت شمالی قلعه تاریخی اختیاردین رو نشان میده و در بین سالهای 2006 توسط انستیتوت باستانشناسی آلمان و وزارت اطلاعات فرهنگ کارهای تحقیقاتی روی از این انجام شد و تا این سکشن کار از این پیش رفته و به عنوان قدیمی ترین بخش تحقیقاتی قلعه تاریخی اختیاردین شناخته شده. قسمت های بیرونی قلعه تاریخی اختیاردین یا ارگ هرات رو با هم دیگر دیدیم. تا برنامه بعدی که قسمت دیگری از قلعه تاریخی اختیاردین رو به شما معرفی بگیریم، شما رو به خداوند کریم می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.